با درود و سلام، بیننده آماج از تلویزیون یک هستین. نزدیک به 10 عضو مجلس نمایندگان تغییر خواهند کرد. یک مقام ارشد کمیسیون انتخابات در تماس با تلویزیون یک گفت که قرار است دریافت‌های کمیسیون انتخابات که بر اساس بررسی‌هایشان است فردا رسما اعلام شود. این مطلب را در آماج امشب پیگیری می‌کنیم. در این برنامه گزارش، گفتگو با مهمانا، گفتگوی مردم در شهر و همچنان گفتگوی شمایی که بیننده آماج هستین داریم. در نخست گزارش از رامش آرمان. معنوی جام زهر می نوشد. مصلحت سیاسی بر قانون اساسی و قانون انتخابات در افغانستان غلبه کرد. پس از گذشت یک سال نتایج انتخابات پارلمانی تغییر می کند. بر اساس مصلحت سیاسی قرار است نزدیک به 10 تن از اعضای مجلس نمایندگان کرسی هایشان را در مجلس از دست دهند. و بر اساس گزارش ها قرار است افراد دوباره بیایند که از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی حذف شده بودند تا بدین وسیله بار مسئولیت به دوش کمیسیون مستقل انتخابات نیفتد. فضل احمد معنوی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات چندی پیش در گفتگو با تلویزیون فارسی بی بی سی گفت که مجبور است این جام زهر را بنوشد. هرچند کمیسیون انتخابات اعلام کرده است که نزدیک به 10 تن از اعضای مجلس حذف می شوند، اما این تصمیم واکنش شدید هر دو طرف درگیر را برانگیخت. مجلس نمایندگان اعلام کرد که هیچ تغییری را نمی پذیرد و به نیروهای امنیتی دستور داده است تا مانع از ورود این افراد به مجلس شوند. از سوی دیگر نامزدان معترض اعلام کردند که فیصله کمیسیون مستقل انتخابات را نمیپذیرند و خواهان ورود 62 نامزد برنده شده از سوی دادگاه ویژه به مجلس هستند. و مسئولین امنیتی خود شورای ملی هدایت داده شود که هیچ فرد جدیدی را به نام عضو جدید ولسی جرگه اجازه ندهند که داخل شورا شود. جناب معنوی صاحب، اگر شما بپذیرید تغییر در اجزای شورای ملی و این هم مطمئن باشید که محکمه دیگری به خاطر به محکمه کشاندن اعضای کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایت انتخاباتی تشکیل خواهد شد. آنچه که واضح هست، نتایج اعلام شده انتخابات بعد از رسیدگی ها در کمیسیون شکایات انتخاباتی که توسط کمیسیون مستقل انتخابات اعلام شده است، به حکم قانون اساسی و قانون انتخابات این فیصله ها و این نتایج نهایی هست و هیچ کسی نمیتواند در این نتایج دست ببره و این نتایج را تغییر بده. ما میخواهیم یک بار دیگر تاکید بکنیم که هیچ لسته و جز از لسته که محکمه شرعی افغانستان او را اعلان کرده وجود نداره پیش ما و هیچ لسته مورد بحث نخواهد بود و هیچ لسته مورد قبول ما نخواهد بود. از قوای مجریه جمهوری اسلامی افغانستان خواستار تطبیق فیصله قطعی محکمه هستیم. کوچکترین معامله و تغییرات در رقم ثابت شده، یعنی 62 نفر، باعث بحران بزرگ خواهد شد. بر اساس قانون پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات هیچ مرجعی به شمول ریاست جمهوری و حتی خود کمیسیون مستقل انتخابات حق تغییرات در نتایج را ندارد. ما مطابق با صلاحیت های خود نتایج اعلان کردیم، اما اعلان نتیجه انتخابات مقید یا مشروط به پذیرفتن نهادهای عدلی و قضایی نبوده و نیست. یکی که قبول میکنه حتی مشروط به پذیرفتن رئیس جمهور هم نیست، یعنی در سایر موارد شاید در پای یک سند سرانجام رئیس جمهور باید امضا بکنه تا او نافذ شود. ما غیر از بحث انتخابات کاریز که کمیسیون انتخابات رو اعلام می کند. اکنون دیده می شود که اعلام نتایج جدید نیست گره را باز نکرده و برعکس گره جدید بر بحران انتخابات خواهد زد. بر اساس گزارش ها سازمان ملل نیز از تغییرات جدید در مجلس حمایت کرده است. این در حالی است که چند پیش سازمان ملل از موقف مجلس نمایندگان حمایت کرده بود، اما اکنون معلوم نیست که چرا به خواسته های رئیس جمهور کرزی تمکین کرده است. از جانب دیگر نهادهای جامعه مدنی اعلام کردند که تغییر نتایج نهایی انتخابات آن هم توسط خود کمیسیون مستقل انتخابات مرگ دموکراسی است و راه را برای اهداف نامشروع رهبران آینده افغانستان باز می‌کند. مجلس نمایندگان بارها اعلام کرده است که اگر اندک تغییر در این مجلس رو ما گردد، آنها با اعتراضات گسترده مدنی رئیس جمهور کرزی را مجبور به ترک قدرت خواهند کرد. حال پرسش اساسی این است
که آیا بعد از این مردم اعتماد بالای دموکراسی و انتخابات در افغانستان خواهند داشت؟ پاسخش گذشت زمان نمی خواهد و آن روشن است که نه، هرگز. رام شارمان، تلویزیون یک. بیننده آماج از تلویزیون یک هستین. این بس را با آقایان محمد هاشم هیکلزاده، نامزد پیروز توسط دادگاه ویژه انتخابات، و آقای امویون، عضو ائتلاف حمایت از قانون که در مجلس هستند، پی میگیریم. خوش آمدین میهمانان عزیز. آقای هیکلزاده، اگر شما رسما به مجلس راه پیدا کنین و در لیست 10 نفر باشین، باز هم اعتراض دارین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار، عرض و ادب دارم خدمت شما و دوست عزیزم و بینندگان خوب تلویزیون یک. جا دارد که از 92مین سالگرد استرداد استقلال افغانستان برای ملت افغانستان تبریک و تهنیت عرض بکنم. میپردازم به اصل سوال شما. قسمی که در جریان هستید، شورای نامزدان معترض بعد از حکم محکمه استیناف هر آن چیزی را که مطابق قانون و یا شریعت حکم می کرد، او را از طریق میدیا به حضور ملت افغانستان عرض کردند. و امروز هم ما یک کنفرانس مطبوعاتی هم داشتیم، در اونجا تاکید بر ازی بود که ما نمی خواهیم که به مجلس راه پیدا بکنیم. هدف ما تطبیق قانون در کشور هست و در آینده اگر خدای نخواست تطبیق قانون شریعت و قوانین نافذه کشور. کدام قانون نافذه مشخص؟ مثلا محاکم ایجاد شده مطابق دعوای ما، مطابق ماده 51 قانون اساسی و در دعوا تنفیذ حکم محکمه. بله. پس چرا رئیس جمهور و محکمه را به یک بار دیگر به کمیسیون محول ساخت؟ ما قبل از وقت است داوری بکنم که رئیس جمهور چی کرده چی نکرده. و اما از فرمان رئیس جمهور تعریف ما ای هست که حکم استیناف قطعیت پیدا کرده و قوه قضاییه کشور این دوسیه را به عنوان کسی که در رأس عرصه قوه هست برای از او فرستاده که تا اینکه به مرجع اصلیش که کمیسیون مستقل انتخابات هست غرض تطبیق و اعلان 62 نفر به ولی اگر به قول شما می بود، رئیس جمهور می تانست خیلی راحت حکم بکنه که یا فرمانی را برای کمیسیون انتخابات بنویسه که حکم محکمه بدون در نظر داشت سایر موارد تطبیق شد. ببینین، رئیس جمهور واضح نوشته کرده، او دوستای ما که در کمیسیون انتخابات است که ما میخوایم نام ببرم از جناب آقای معنوی سیب، او به نحوی این حکم تعریف به نفع خود میکنن. اما از دیدگاه ما، چون این مسئله قطعیت پیدا کرده، محاکم رسیدگیش صورت گرفته، صرف به مرجعی که قبلا گفتم او اعتماد نامه میته از طرف رئیس جمهور غرض نهایی و دادن تصدیق نامه ها فرستاده شده. حالا اگر شما از جمع 10 کمتر از 10 تن که گفته میشه که به مجلس راه پیدا خواهند کرد، اگر از جمع زینا باشین به مجلس نمیرین؟ باز هم تاکید میکنم، چون قبل از وقت است در ارتباط داوری بکنیم، اما ما فکر نمیکنم وقتی که از 62 نفر توسط محاکم افغانستان حقوقی از او تثبیت شده و به مجلس راه پیدا میکنه، اگر خدای نخواسته در این هم معاملاتی در کار باشه صورت بگیره، امروز شما کنفرانس مطبوعاتی نامزدان معترض را مشاهده کردین. اونا حتی هر کدامی از اوها صحبت کردن که 61 نفر اگر کمیسیون انتخابات معرفی بکنه، یک نفر ما هم باقی ببونه. ما این فیصله کمیسیون انتخابات قبول نداریم. فلهازا کمیسیون انتخابات بالای فیصله محکمه استیناف کدام محاکم تمیز دیگری نیست که یا تعدیل بکنه یا کم بسازه یا اضافه. آقای امویون، حکم صحبت هایی که از کمیسیون انتخابات بر رسانه ها رسیده، در تماس های خود گفتن که کمتر از 10 نامزد از مجلس بیرون خواهند شد و اعضای جدید معرفی میشن، این برای ائتلاف حمایت از قانون چی است؟ دریافت یک چنین صحبت ها چی است برشون؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با اجازه میهمان محترم و با اجازه تمام بینندگان تلویزیون یک، ما در مورد از این بحث خیلی بحث شد در طول از این 6-7 ماهی که ولی شما امروز دریافت هایی که از 10 نفر کم است، یک دریافت یا یک صحبت کاملا جدید است؟ موضوع چیست؟ به نظر ما که
دمی قضیه ده نفر اصلا استفاده بسیار عمیق، استفاده سیاسی بسیار عمیق از معترضین شد. چی رقم استفاده شد که اصلا بعض اشخاص که در دور محترم رئیس جمهور هستن، بعضی مشاورینشان که اونا از اول از ابتدای همین محکمه صرف فکرشان در مورد بعض اشخاص نزدیک خیشاوندا و بعض افراد نزدیک که با مفکوری سیاسی هستن یکیستن، اونا را می خواستن شامل و دخیل از این پارلمان کنن، که امروز با شما به همگیتون ثابت شد که اگر محکمه قانونی می بود، پس چرا حکمش از دو نفر که از طرف استیناف داده شده بود تطبیق نمیشه؟ اصلا محکمه از اول تاداب قانونی نداشت و محکمه اصلا در قضیه انتخابات، در پروسه انتخابات اصلا هیچ جایی را نمیگیره، به خاطر از اینکه در تمام دنیا هر انتخاباتی که صورت میگیره بسیار یک وقت کوتاهی که شاید بیش از یک ماه نباشه صورت میگیره و اشخاص کاندیدایی که کامیاب میشن معرفی میشن به پارلمان و در آینده هیچ کدام نهاد دولتی و یا غیر دولتی حق ندارن که دخالت در امور پارلمان کنن و کسی را از اوجا. ولی امی صحبت در ائتلاف شما، ائتلاف حمایت از قانون شد که گفته میشه که کمیسیون مستقل انتخابات قرار است که کمتر از 10 تن یا 7 یا 8 تن یا هر چقدر نامزدی که باشه یک بار دیگه پیروز اعلام میکنن و وکلا بیرون میشن از مجلس. مشکل است حکومت در افغانستان تا جایی که همه افغان ها حال دانستن دیکتاتور است و از دیکتاتوری استفاده میکنن، از زور استفاده میکنن. اشخاصی که دور رئیس جمهور هستن، پیشام یادآوری کردم که اما اینها مخالف خلاف قانون رفتار میکنن و هیچ احترام به خانه ملت ندارن، میخوان که از طریق زور این 10 اشخاص وارد پارلمان کنن که ما ائتلاف حمایت از قانون به هیچ نوع اجازه از این نخواهم داد که کسی به پارلمان داخل شد، چون از راه قانونی نیستن. و اگر از راه قانونی می بود، محترم معنوی که رئیسی کمیسیون انتخابات است با چنین الفاظ نمی گفت که جام زهره مجبور است که بنوشد. سپاس.